به نام پروردگار دانا و یگانا، سلام و درود و حضور ارزشمند تک تک شما بینندگان عالی قدر. خوش آمدین امروز هم به برنامه روشنا و امیدواریم که صحتمند و سلامت باشین و امروز با خوبی و خوشی آغاز کرده باشیم. در خدمتان هستیم امروز از طریق برنامه روشنا و امروز قرار است راجع به بیماری اختلال وحشت زدگی با هم صحبت کنیم. کارشناس برنامه خانم رقیه حسینی با ما هستند. سلام خانم حسینی، خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بینندگان عزیز ما. انشاءالله که یک روز پر از آرامش و امنیت و دور از وحشت و اضطراب را برای همیشه تجربه بکنم. انشاءالله، مجددا خوش آمدیم به برنامه. تشکر شما. اما راجع به اختلال وحشت زدگی امروز قرار است در برنامه صحبت کنیم. میخوایم اول از شما بشنویم که این چه نوع بیماری هست و چی تعریفی داره؟ بله، اختلال وحشت زدگی یکی از اختلال‌های روانی در انسان‌ها و خصوصا نوجوانی بسیار شیوع داره و همطور که از نامش برمی‌آید وحشت زدگی، منتها تفاوتش با اضطراب‌های دیگه ایست که این اختلال آنی هست، هیچ علائم پیش زمینه قبلی نداره و در یک فرد ممکنه در طی یک سال دو بار یا سه بار اتفاق بیفته و هیچ پیش زمینه که قبلش چه شرایط یا عاملهای را تجربه بکنه نداره. فرد آنی هم میتونه در حالت آرامش و نشسته باشه، هم میتونه در یک موقعیت بسیار استرابزا باشه که دچار حمله و شوک میشه. این حمله و شوک مدت زمانش 10 دقیقه طول میکشه، از 1 تا 3 دقیقه شروع میشه، اوج خودش به 10 دقیقه، نهایت تا 30 دقیقه میرسانه که فرد دچار حملات قلبی میشه. به خاطر همیست که برای تشخیصش گاهی خانواده ها نمیفهمن که آیا این یک حمله قلبی است یا یک حالت روحی و روانی است. یعنی قرار است که فرد در یک شرایط خاصی قرار بگیره که دچار این حمله یا اختلال بشه، یا این که نه، غیر قابل پیش بینی است. غیر قابل پیش بینی است، غیر قابل وقوع است. چرا که گفتیم هم میتونه در یک حالت بسیار آرامش فرد قرار داره و دچار این شوک و حمله بسیار ناگهانی میشه که همراه با علائم روانشناختی و علائم جسمی و فیزیکی است که این را خدمت شما عرض میکنیم. منتها قبلش گفتیم که این را میخواستی بگیم درصد شویش در جهان بسیار کم است. طبق آخرین آمارهایی که گرفته در آمریکا بیشترین آمار را داشته که در یک سال 6 میلیون نفر بزرگسال و نوجوان دچار حملات وحشت زدگی شدن. منتها در آسیای غربی یا در کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین درصدش بسیار کم است، از 0.1% تا 0.8% بیشتر طبق آخرین اطلاعات آماری گزارش نشده. ولی خب ممکنه در مناطق بسیار باشه که حال گزارش نشده باشه. پس نشانه هایش رو میگیم که بیشتر در جریان باشیم که گاهی ای اشتباه صورت میگیره که فرد وقتی دچار حمله وحشت زدگی میشه خودش یا اطرافیانش احساس بکنه که یک بیماری و ناراحتی قلبی است. بله. و شاید هم هیچ تصوری نداشته باشه که این هم میتونه یکی از اختلالات روحی و روانی باشه که فرد تجربه بکنه. قبل از اینکه خانم حسینی بریم سراغ علائم و نشانه های بیماری، یک سوال به ذهن ما اومد که آیا فرد قبل از اینکه دچار این اختلال بشه باید دچار مثلا یک سری عوامل یا علت‌ها شده باشه؟ به طور مثال در کودکی یک تجربه تلخ داشته باشه. بله. که او پیش زمینه ایجاد اختلال بوده باشه. بله. یا که نه، آنی اتفاق می‌افته. حتما، و عوامل هر چیزی بدون علت نیست. حتما عواملی دخیل هست که بعد از نشانهای عواملش هم خدمت شما عرض میکنیم. بله، خب پس بیایم پس اول بریم سراغ نشانه ها که بهتر بتونیم تشخیص بده بزرگواران ما. گفتیم پس این حملات پی در پی نیست که شخص همیشه منتظر باشه که ما دچار این عارضه میشیم. گفتیم در طول یک سال ممکنه 2 بار 3 بار یا 4 باری اتفاق بیفته، باز هم حالات روحی روانی من میگم شاید
خیلی چیز را ثابت نکرده باشه که یک چیزی ثابت باشه. همیشه این تفاوت بین انسان‌ها، بین فرهنگ‌ها، بین نژادها و جنسیت‌ها همیشه وجود دارد. یک فردی ممکنه دچار حمله وحشتزدگی شود در طول عمرش یک بار. یک بار این حمله را و تجربه بکنه و دیگه برای همیشه قطع شود و نباشه و گاهی هم ممکنه این اتفاق بیفته، اما همیشگی و پی در پی نیست. گفتیم اولین نشانه که این اختلال وحشتزدگی به صورت شک و آنی هست، به صورت حمله قلبی است. فرد احساس میکنه که دچار یک حمله قلبی شده و ممکنه ناراحتی قلبی داشته باشه و ممکنم هست نداشته باشه. وقتی نداشته باشه بر اثر چکای پزشکی که صورت میگیره، غربالگری که صورت میگیره، به هر حال فرد شک میکنه که من ممکن ناراحتی قلبی داشته باشم، چرا که همراه با تنگی نفس هست. به قدر این تنگی نفس شدید هست که فرد احساس خفگی میکنه، احساس میکنه که قریب الوقوع، او همین الان مرگ را تجربه میکنه. پس یکی از نگرانی هایی که یک فرد دچار اختلال وحشتزدگی او حس را تجربه میکنه، حس مرگ. احساس میکنه همین لحظه ای شک وارد شده، فرد دیگه زنده نمیمونه و ممکنه ای جهان برای همیشه ترک بکنه و ای بسیار شدید است و ای حتی که علائمش هم وحشتناک است که بسیار حالت بسیار خفگی شدید، بسیار تنگی نفس و ای که یک درد بسیار شدید در قفسه سینه خود احساس میکنه. افراد که دوچاری ای شک میشن، شاید میگه همراه با ای که بسیار قفسه سینه خود فشار میده و او درد با تمام وجود احساس میکنه، احساس میکنه که در حال مردن و جان دادن هست و ای که تعریق زیاد داره، عرق کردن زیاد همراه با لرزش بدنی بسیار شدید. گاهی هم شاید اگر یک نوجوان یا طفلی دچار شوک شود، خب این نگرانی رو برای بقیه ایجاد میکنه، شاید میگه که ای الان دچار تشنج شده. اما خب باز علائم تشنج فرق داره، چرا که کف دهان دیگه نداره، دیگه قش کردن نداره، اما حالت خفگی، تنگی نفس، لرزش دست‌ها، لرزش پاها، عرق کردن بسیار زیاده ای فرد تجربه میکنه و مدت زمانی که طول میکشه، گفتیم از 1-2-3 دقیقه شروع میشه و اوج خودش در 10 دقیقه نشان میده که بعد طرف حالت عادی خودش به دست میاره. بیشترین مراجعانی که در بخش شفاخانه و بخش اورژانس مراجعه میکنن، افرادی هستن که دچار اختلال وحشت‌زدگی شده و احساس میکنه که خب ما دچار ناراحتی و شوک قلبی شدیم، اما پس از چکاپ و بررسی به این نتیجه میرسه که یک حالت روحی و روانی هست که فرد تجربه کرده. گفتیم از لحاظ جسمی که عرق میکنه و تمام عضلات و دست و پا لرزش بسیار شدید داره، کنترل نداره حتی خودش که تعادل خودش حفظ بکنه، چشمایش ممکنه تار ببینه و این که درد شدید قفسه سینه را احساس میکنه و از لحاظ روحی روانی فرد بسیار افسرده، خون، ناامید و ای که احساس میکنه جهان تمام شده، چرا که حملات را بری باور داره که من دیگه زنده نمیمانم. بله. و این نشانه هایی بود که ممکنه به این فرد یا انسان ها وارد شود. شروعش هم در کودکی بسیار کم است، ولی گفتیم باز هم امکانش وجود داره که اطفال نازنین ما هم بر اثر یک سری عواملی دچار حمله وحشت‌زدگی شود، اما درصدش بسیار کمتره و طبق آخرین آمار از سن 14 سالگی تا 45 سالگی و 24 سالگی بیشترین آمار ممکنه فرد تجربه بکنه در این سنین و بالای 45 سال درصدش بسیار کم است. بله، اگر فردی که دچار این علائم ناگهانی شود، حتما تحت نظارت روان پزشکی باید قرار بگیره. بله، ممنون از شما. بریم یک وقفه کوتاه بگیریم همراه بینندگان عزیز و بعد از او بحث با هم ادامه خواهیم داد. Oh.
خب با ادامه برنامه روشنا در خدمت شما دوستان علیقدر هستیم. ممنون که ما را انتخاب کردن برای تماشا و برمیگردیم سراغ ادامه بحث راجع به اختلال وحشت‌زدگی. با هم صحبت داریم همراه با خانم رقیه حسینی، کارشناس محترم برنامه. خب خانم حسینی، راجع به علائم اختلال وحشت‌زدگی صحبت کردیم که چه علائم جسمی و روانی داره. بیایم بپردازیم به این موضوع که راههای تشخیص این اختلال چی هست و ما چطور میتونیم اینو تشخیص بدیم. همون رقم که گفتین علائمش خیلی نزدیک به حمله قلبی و یا تشنج است در کودکان. بله، گفتیم ما همیشه تأکید داریم به خانواده ها، مراقبین و والدین عزیز که همیشه سطح دانش و آگاهی خودشون رو در هر زمینه خصوصا برای اعضای خانوادهشون بالا ببره. اگر این درصد آگاهی بالا باشه، خب والدین یا کسی که از اعضای خانواده دچار این شک و حمله میشه، خب قطعا او آرامش و خونسردی خودشون رو میتونه حفظ بکنه. بله. فضا رو خیلی متشنجتر نبکنه که خلاصه شاید طبیعی باشه که فرد دچار یک حمله شوه و اطرافیان با جیغ و داد و ناله فضا را بدتر بکنه، بلکه ما میگیم همیشه او آرامش خودشون رو حفظ بکنه و در این شرایط همون صبوری را پیشه بکنه که بعد این علائم شوک همون 10 دقیقه نهایت نیم ساعت طول میکشه و فرد به صورت حالت عادی و طبیعی برمیگرده، حتما یک چکاپ پزشکی شوه. حتما باید از این نظر بررسی شوه که این فرد هیچ نشانه و علائم قلبی نداره و از لحاظ پزشکی کاملا سالم هست و اون موقع میشه که این تشخیصش برای خود والدین شاید سخت باشه. ما میگم اون آگاهی رو نداشته باشه که این هم ممکنه یک حالت روحی و روانی باشه که یه اعضای خانواده دچار شده و حتما زیر نظر متخصصین روانشناس بررسی میشه و اگر تشخیص دادن ارجاع داده میشه به روانپزشک. بله. که او هم از طریق دارو درمانی و همراه با سی بی تی و درمانی این مشکل برای همیشه شاید حل شود. پس یعنی نیاز به مراجعه فوری به اورژانس یا شفاخانه نیست و ما میتونیم همون لحظه با حفظ آرامش صبر بکنیم تا همون حملات تمام بشه و بعد از او در راستای درمان او اقدام کنیم. بله بله. ای که با اضطراب بخوایم سعی کنیم که در همون حالت فرد انتقال بدیم به شفاخانه، این خودش میتونه که خودش بیشتر اضطراب بیشتر را ایجاد بکنه و ای که دفعاتی رو که ممکنه باز هم ایشو تجربه شه و هم برای فرد و هم برای اعضای خانواده، او بار عاطفی روانی رو حتما به همراه داره و اگر این آگاهی باشه با این علائمی که ذکر کردیم مشخص شوه، به هر حال که این یک شوک و حمله ناگهانی است که وارد شده، پس جای نگرانی نیست و با سعه صدر. برای بیماری ها و اختلالات روانی مهمترین نکته ای را که ما باید در نظر بگیریم آرامش اولیه اعضای خانواده و خود فرد هست. اگر او آرامش باشه و ای که یک صبوری بلند مدت میخواید، ما همیشه با مراجعان خودمون که در تماس هستیم انتظار معجزه داره و ما از اول برای او فرد و اعضای خانواده ایره متذکر میشیم که برای مشاوره و روان درمانی و روان پزشکی همیشه یک زمان بلند مدتی رو شما باید در نظر بگیرین که از 8 جلسه 10 جلسه تا 20 جلسه ممکنه یک اختلال زمان ببره، همراه با ای که تمام اعضای خانواده تحت او درمان قرار بگیره که او اختلال حل شود و اگر بخوای عجولانه باشه و به صورت یک معجزه باشه، این امکان پذیر نیست. گفتین که تمام اعضای خانواده باید تحت درمان قرار بگیرن؟ بله، ما همیشه تأکید داریم خصوصا در زمینه کودک و نوجوان. اگر کودک و نوجوان ما دچار یک از اختلال‌های روانی باشه، ما تنها برای کودک و نوجوان کار درمان رو شروع نمی کنیم. چرا که حتما باید خانواده درمانی در کنارش قرار بگیره که عوامل از خانه شروع میشه، مثل اختلاف والدین، مثل تبعیض نژادی، مثل تمام رفتارهایی که در کانون خانه صورت میگیره. اگر یک خانواده بنیاد او خانه پر از عشق، امنیت، آرامش
و همراه با حل مسئله و مهارت‌های زندگی باشه، خب با هیچ آسیب و هیچ اختلال روانی را بین او اعضای خانواده مشاهده نمی‌کنه و درصد بسیار کم میشه. اما اگر همه عوامل دست به دست هم بده، خب مثل ایست که یک کس توی یک فضای متشنج کلان شوه، آیا انتظار داریم که او دچار هیچ نوع آسیب روانی نخواهد شد؟ دقیقاً بله. پس این که میگن تمام اعضای خانواده باید تحت درمان قرار بگیرن، به این معنا نیست که همگی دچار او اختلال هستن. به این معناست که یک علت و یا دلیلی داره که نزد خود اعضای خانواده است و باید در راستای درمان با هم همکاری داشته باشن. ممنونیم از شما و بیاین راجع به این صحبت کنیم که چه عواملی سبب میشه که یک فرد دچار اختلال وحشت زدگی بشه. بله. یکی از عوامل هایی که بسیار همیشه ما تأکید کردیم عوامل ژنتیک هست که همیشه او تأثیرگذاری خودش رو داره. مثل ما که میگیم یک بچه اگر بسیار خجالتی هست و تمام عوامل بقیه کودک نرمال است، اما در این زمینه خب ما طبق به بررسی و آزمونی که از او فرد و خانواده میگیریم، میفهمیم پدر و مادرهای خجالتی دارن که کمتر گپ میزنن، درونگرا هستن. خب این قطعا تأثیر خودش رو از طریق ژن بر اولادش گذاشته. در اختلال وحشت‌زدگی هم اگر یکی از اعضای خانواده دچار اختلال وحشت‌زدگی باشه، احتمالش بسیار زیاد هست که او فرد هم دچار این اختلال شود. و یکی سن هست. سن گفتیم از 14 سالگی احتمال بروزش بسیار زیاده تا 24 سالگی و 45 سالگی. پس سن هم میتونه تاثیرگذار باشه و ای که گاهی فرهنگ خانواده، فرهنگ بسیار مهم است. گاهی گفتیم او فرهنگی رو که ما مد نظر داریم، او رشده، او آگاهیه، او دانش هست که در زمینه اولاد و فرزند پروری باید خانواده ها در نظر بگیره. ای که خب من ای که نقش پدر و مادر رو دارم، وظیفه دارم که یک انسان به رشد و تعالی برسانم، چه روش را در نظر میگیرم؟ آیا همراه با ترس، همراه با استراب، همراه با روش های فرزند پروری سختگیرانه و ای که هر لحظه ما او استراب و ای که طفل ما خرابکاری نکنه، طفل ما فلان حرف بدی را در یک جایی نزنه. همیشه پدر مادرهای انتظار از اولادهای خودشون داره که بهترین باشن. اما گاهی فکر نمی کنن که با چه روشی من فرزند خود بهترین فرزند تربیت بکنم. پس استراب و سختگیری والدین گاهی باعث ترس‌های ناگهانی بر اولادهای ما میشه. او جسارت، او قدرتمندی و او عزت نفس طفل خود را ما کاهش میدیم، در صورتی که ما در فرزند پروری میگیم که یک روش مقتدرانه همراه با نظارت باشه، همراه با مهر و محبت، همراه با قوانینی باشه که یک پدر مادر تعیین میکنه و اعضای خانواده همراه او قانون هست و پیروی میکنه و احترام میذاره. هرگاه همراه با سختگیری باشه، همراه با تحقیر، سرزنش و ای که تو فرزند بدی هستی و تخریب شخصیت صورت بگیره، این استراب همیشه وجود داره که گاهی خودش به صورت اختلال وحشت‌زدگی نشان میده. بله. و چه بسا والدین زیادی که ناآگاهانه سبب چنین اختلالاتی در فرزند خود میشن، با توجه به همون راهکارهایی که شما اشاره کردید، راهکارهای نادرسته، مثلا ایجاد استراب یا تحقیر و توهین به طفل به خاطر جلوگیری از حالا اعمال اشتباهی که به خاطر عدم آگاهی یا بی‌تجربگی طفل انجام میدن. بله قطعا. خیلی مهم است که والدین این مهارت‌ها را بیاموزن، مهارت‌های فرزند پروری را، چون شما اشاره کردین که چنین اختلالاتی بیشتر در زمان کودکی و نوجوانی رخ میده و این بسیار مهم است که متوجه باشیم که چطور با فرزند خود رفتار میکنیم و در چی راستا میخواییم که او را پرورش بدیم و روی عزت نفس او چه تأثیراتی میگذاره رفتار ما. بله همیشه رفتار ما الگویی هست برای فرزندان ما. پس او آگاهی و دانش ما باید همیشه در همه زمینه ها برای که شخصیت انسان بسازم کسب کنیم. و گاهی جنسیت هم تأثیر داره که خصوصا در اختلال وحشت‌زدگی گفتن زنان دو برابر مردان دچار اختلال
حلال میشه. حال من میگم زنان شاید به خاطر او روحی حساس و او لطافتشون، خب هر خشونتی را اگر ما در دو جنس وارد بکنیم، من میگم شاید مردان شکنندگی کمتری داشته باشه، اما زنان و دختران ما آسیب پذیرتر هست به خاطر او لطافت و ریحانه بودنشان، ممکن او آسیب رو بیشتر ببینن. پس ای هم میتونه تاثیرگذار باشه. و ای که عوامل محیطی، ما همیشه تأکید میکنیم که یک عامل باعث تخریب شخصیت نمیشه، باعث اختلال نمیشه، همیشه عوامل ها دست به دست هم میده. عوامل محیطی و فرهنگی هم تاثیرگذار هست. خب طفل و نوجوان ما وارد اجتماع میشه، وارد مکتب میشه، وارد کورس های مختلف میشه، دانشگاه میره، خب میتونه این محیط همگاهی استرابزا باشه، گاهی آسیب زننده باشه، گاهی وحشتی را در بین راه منزل تا مکتبش تجربه بکنه و او وحشت پنهان بکنه. به خاطر همین میگیم که همیشه او رابطه امن و عاطفی باید بین اعضای خانواده، خصوصا فرزندان و والدین باشه. اگر طفل ما، اگر نوجوان ما آسیبی را از طرف محیط تجربه بکنه، خب اگر او آرامش و امنیت خاطر داشته باشه، خب میاد در اعضای خانواده، در پدر و مادرش گزارش میده. من امروز در راه مکتب، در راه مدرسه با فلان شخصی، با کاری روبرو شدم که این ترس و اضطراب بر من ایجاد شده. خب این نگرانی و میتونه، خب والدین حتی من میگم از برخورد و رفتارها هم ایران مشاهده بکنه. و گاهی فرهنگ های خاص، خب یک فرهنگ در یک خانواده شاید مرسوم نباشه، او آزادی باشه، به حال هر قشری، هر خانواده و هر کشوری من میگم یک سری عرف، یک سری اخلاقیات رو مد نظر داره که اگر گاهی متغایر باشه با او فرهنگ و عقاید من، ممکنه دچار اضطراب و ترس بر من شوه که این را هم میتونه تجربه بکنه. پس همین محیط امن و حس اعتماد بین والدین و فرزندان بسیار زیاد مهم است، در اینکه فرزند من مرا آگاه کنه از آنچه که بر اون میگذره در بیرون از محیط خانه. به هر حال ما نمیتونیم طفل خود تا آخر در کنار خود در محیط خانه حبس کنه. طفل به مکتب میره، طفل به محیط های آموزشی دیگه، بر بازی در محیط های تفریحی میره و ممکن است با افراد زیادی که حالا از نظر هنجاری و ارزشی ممکن است با ما در یکسان نباشن، رفت آمد کنه و ارتباط داشته باشن. مهمی است که ما بر فرزند خود این محیط امن و حس اعتماد ایجاد کنیم تا ما را آگاه بسازه از آنچه که بر او میگذره. و یکی دیگه هم فکر میکنم خانم حسینی، مهم است که ما چطور به فرزند خود میآموزیم که چه مهارت هایی را که در مقابله با افراد بتون از خود دفاع کنه و حداقل از بس خود بر بیایه. این هم مهم است، به جای توهین و تحقیر طفل در پس ای بر بیاییم که چه مهارت هایی را برای او بیاموزیم تا در روبرو شدن در چنین مواقعی چه اقداماتی را باید انجام بده. درست هست؟ بله بله. و ای بسیار من میخواستم این را عرض بکنم که آموختن مهارت های زندگی که والدین خودشون باید این مهارت ها را مثل مهارت حل مسئله، عزت نفس، اعتماد به نفس، حل بحران و مسئله، مقابله با خشم، کنترل احساسات، اگر والدین آموزش به اطفال خود بدن، دفاع از خود، میتونن از آسیب‌های روانی اطفالشون کم بکنن. چرا که اگر نوجوان و کودک ما احساسات خودشون رو بشناسه، خب به موقع کنترل میکنه، به موقع هیجانات خودشون رو تحت نظر داره و از یک آسیب جلوگیری میکنه. و یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار تروما یا آسیب‌های دوران کودکی هست. بله. که ممکنه کودک ما از خانواده مثل مورد کودک آزاری قرار بگیره، چه دختر باشه چه پسر، از طریق یک از مراقبین یا والدین میتونه باشه. و یکی ای که ممکنه کودک و نوجوان ما مورد تعرض جنسی و کودک آزاری در محیط خارج از خانه قرار گرفته باشه، که بسیار موارد زیادی هست در این زمینه که خودش هم کودک آزاری خودش یک اختلال هست. پس اجازه بدین راجع به این مسئله بیشتر صحبت کنیم بعد از یک وقفه کوتاه. همراه ما باشین. Oh,
خوش آمدین به بخش آخر برنامه روشنا. ضمن اینکه از شما میخواییم با ما در ارتباط باشین از طریق شماره تماسی که در برنامه زیرنویس میشه. برمیگردیم به ادامه بحث. خانم حسینی، راجع به عوامل اختلال وحشت زدگی صحبت کردیم و رسیدیم به اینجای که بعضی از کودک آزاری هایی که صورت میگیره، بفرمایید، میشنم از شما. بله، بعضی از کودک آزاری ها ممکنه برای اعضای خانواده مثل توسط والدین و مراقبان برای کودک صورت بگیره. گاهی بله. حتی ما مواردی داشتیم که از نزدیکان ممکن بود این کودک آزاری و گاهی آزار جنسی برای کودکان اتفاق بیفته، که خودش یک مسئله بسیار مهم هست که خودش یک برنامه خاصی را میطلبه که فقط در مورد کودک آزاری و آزار جنسی کودکان و نوجوانان بحث و گفتگو بشه، که بسیار در بیرون از خانه همی اتفاق بسیار برای اطفال ما متاسفانه میفتن که کودکان ما در ابیوز جنسی میشه و این خودش یک اختلالی هست که هم باعث اختلال وحشت‌زدگی میشه، هم همراه با همبودی ایجاد میکنه با چند اختلال دیگه. ممکنه همزمان نوجوان و کودک ما هم اختلال وحشت‌زدگی رو تجربه بکنه، هم افسردگی، هم اختلال استراب جدایی رو، هم اختلال و اضطراب اجتماعی رو تجربه بکنه، هم دچار فوبیا شوه، یک نوع ترس از محیط، از اشیا، از اطرافیانش ممکنه. پس بسیار باید توی این مسائل والدین ما، مراقبان و حتی معلمین ما هم که در جامعه با اطفال و نوجوانان عزیز ما در تماس هستن، حتما این موارد روحی و روانی اطفال را در نظر بگیرن. من همیشه پیشنهاد به والدین و مراقبان و معلمانی هست که حالات روحی و روانی یک شخص و یک طفل بسیار مهم است. ما همیشه دغدغه والدین ما ایست که ما بهترین امکانات، بهترین هزینه، بهترین اسباب بازی ها، بهترین خوراک و پوشاک برای اولاد خود در نظر گرفتیم، این قصه نداره. در صورتی میگیم اون نیاز اولیه مازلوس که همیشه وجود داره، که انسان نیاز به یک مکان امن، به یک خوراک و به یک پوشاک و یک مسکن داره. اما نیاز روانی، من میگم که درصد بسیار بالایی از شخصیت یک انسان نیاز روانی میسازه. اگر یک طفلی در محیطی پر از امنیت روانی بزرگ شود، در محیطی که عشق باشه، محیطی که عزت نفسی طفل ما رشد بکنه، این طفل همون طفلی میشه که وقتی وارد جامعه میشه احساسات و هیجانات خودش هم میشناسن، میدونه در این مواقع چگونه کنترل خشم داشته باشه، بله. چگونه حل مسئله و بحران داشته باشه، چگونه وارد گروه های دوستیابی شوه که خطرات کمتر تجربه بکنه. پس این محیط امن، این حالت روحی و روانی باعث میشه که ما آسیب ها و اختلال های روانی کمتری در جامعه داشته باشیم، که متاسفانه بسیار کم توجه میشه. یک آماری رو گرفته بودن که کل افراد جامعه را اگر ما در نظر بگیریم، فقط 25% افراد این جامعه سلامت روان داره. بقیه افراد جامعه همه دچار یک نوع اختلال روانی است که ما فکر میکنیم بسیار عادی است. اگر کسی شخصی پرخاشگری میکنه، ما فکر میکنیم خوی و خصلتی اوست، اما ما میگیم او دچار یک اختلال روانی است که باید درمان شوه و کنترل داشته باشه. چون بحث درمان میخوایم بگیم، یکی از درمان‌هایی که بسیار در زمینه اختلالات روانی، خصوصا اختلال وحشت‌زدگی است، ایست که ما رفتار درمانی درستی داشته باشم، که گفتیم از خانواده شروع میشه، از محیط بیرون مثل معلمان و مراقبانی که با اطفال سر و کار دارن، این محیط امن روانی را اگر ایجاد بکنه، ما بسیار پیشگیری کردیم از آمارهای اختلالات روانی خصوصا بر بین اطفال ما. و یکی از راه‌های درمان اختلال وحشت‌زدگی دارو درمانی است. گفتیم وقتی تشخیص داده میشه که این فرد دچار اختلال وحشت‌زدگی است، یکیش رفتار درمانی یا CBT است، که ما میخوایم سبک زندگی و سبک ذهنیت او فرد تغییر بدیم، یک نگاه مثبت برش ایجاد بکنیم با کمک اعضای خانواده. بله، با کمک اعضای خانواده و یک درمانگر که متخصص
متخصص این رشته است و علم این زمینه را داره که ما میخوایم سبک زندگی این شخص تغییر بدیم. گفتیم افرادی که دچار اختلال روحی روانی میشه، خصوصا اختلال وحشت‌زدگی، همیشه او ترس و او ناامنی را احساس میکنه که باعث میشه. خب ما میخوایم این تغییر ذهنیت برش ایجاد بکنیم که دنیا هم میتونه مکان امنی باشه برای زندگی کردن اگر ما راه و روش او را یاد گرفته باشیم و بهش عمل بکنیم و پایبند باشیم. و بعد از تشخیص و ای درمان، در کنار ای درمان دارو درمانی تجویز میشه. گاهی برای اختلال که بسیار شدیده، قطعا تنها رفتار درمانی نمیتونه جوابگو باشه و دارو درمانی توسط روان پزشک، توسط روانشناس ارجاع داده شده. خب یک سری داروهای ضد استراب، داروهای آرام بخش همراه با خانواده که در جریان این روان باید باشه و عمل بکنه. که گاهی ما با والدینی بودیم که اتفاقا یک نوجوان دچار یک اختلال دو قطبی بود، داروهای آرام بخش و ضد استراب که روان پزشک تجویز کرده بود، این نوجوان کل 10 دارو را یک جا خورده بود. خب این هم دچار مسمومیت، هم دچار خودکشی. یکی از خطرهایی که اختلالات روانی رو تهدید میکنه، اختلال وحشت‌زدگی که هم شاملش میشه، ایست که فرد فکر خودکشی به ذهنش میرسه. خب قطعا قرص خوردن یا دارو خوردن هم این موارد بسیار زیاد گزارش داده که توسط خوردن داروها شخص تصمیم میگره که خودش برای همیشه خلاص بکنه. پس حتما والدین باید در جریان باشه که ساعات دقیق داروها رو که نوشته هر 12 ساعت ممکنه در شبانه روز یک دانه، و از این طریق والدین سر ساعت قرصا داده شود تا او روند درمانی صورت بگیره. یعنی در اختیار خود فرد بیمار قرار ندیم که دارو را مصرف کنه. بله، اگر با نظارت طفل باشه، بله حتما با یک نظارت مراقب که سر ساعت او تایم او قرصا برش داده شود که خدای نکرده زیاده روی نکنه، یا در ساعتش من میگم اشتباهی رخ نده که ممکن در ساعتش تداخل داروی ایجاد بکنه یا زمان بسیار نزدیک باشه. پس دارو درمانی، رفتار درمانی و ای که سبک زندگی خود تغییر بدیم و ای که کسب مهارت‌های زندگی که ما همیشه تأکیدمون ایست که آموزش عزت نفس که همراه با عمل، همراه با ایست که طفل ما عزیز و محترم و دوست داشتنی هست و عشق ورزیدن رو بر او یاد میدیم، اعتماد به نفس طفل خود افزایش بدیم و ای که کنترل خشم برای اطفال خود آموزش داده شود و ببینه که خب در چه مواقعی خشم، غم، غصه، شادی جز هیجاناتی هست که وجود داره. اگر سرکوب شوه یک جای دیگه من میگم سرباز میکنم. پس من باید احساسات و هیجانات خود بشناسم، در به موقع و در شرایط بسیار خوب بروزش بدم و در شرایط بسیار خوب او را کنترل بکنم و مهارت حل مسئله بلد باشم که وقتی در یک محیط قرار میگیرم، در یک تعارض قرار میگیرم، تعارض حل مسئله بلد باشم، ارتباط مؤثر با اطفال و نوجوانان خود آموزش بدیم که وقتی وارد محیط غیر از محیط خانه مثل محیط بیرون میشی چه واکنش و برخوردی داشته باشی با محیط تا یک فرد مؤثر و سازگار باشی و تأثیرگذاری افراد روی اطفال ما چقدر هست. این آموزش ها توسط خانواده، توسط مدارس و آموزش پرورش و افرادی که در این زمینه تخصص داره دست به دست هم میتونن که پیشگیری داشته باشیم از اختلالات روانی و از جمله حملات وحشت‌زدگی. بله، ممنونیم از شما و صحبت‌های بسیار مفیدی که داشتین راجع به این موضوع. پس بسیار زیاد مهم است که ما آگاهی خود افزایش بدیم. اگر در خانه طفلی داریم که محیط خانه برش ناامن است، این حس سریع‌تر در پی رفع او بر بیاییم، حالا از هر طریقی که میشه. به هر حال هیچ چیز مهمتر از سلامت روان اعضای خانواده نیست، هم در زندگی شخصی او در آینده تاثیر می‌گذاره و اینکه در اجتماع به عنوان چه نوع شخصیتی تبارز
پیدا میکنن، این هم بسیار زیاد مهم است. سپاسگزارم از شما خانم حسینی که امروز به برنامه تشریف آوردین، با ما همراه بودین، و همچنین سپاسگزارم از همراهی شما همراهان عالی‌قدر و ارجمند. امید که همیشه با ما همراه باشین و ما را از نظرات و پیشنهادات خود بیخبر نسازین از طریق شما تماس برنامه که زیرنویس میشه، و التماس دعا داریم از شما. بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.